بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان محترم در خدمت شما عزا هستیم با یک دیگر از مجموعه درس های مکتب تمدن امروز ما و شما هجده همین درس از جیولوژی سنف دهم ده را با هم میخوانیم در درس امروز ما در مورد سنگ های رسوبی با همدیگه بخیر خواد خواندیم ما در شروع درس سنگ ها اگر فراموشتان نشده باشه و درس های گذشته دیده باشین گفته بودیم سنگ ها به سه فامیل بزرگ دستبندی میشن یک دسته سنگ های ناریه بود که در فصل قبلی مطالعه شد یک دسته سنگ های رسوبی است که ما در همین فصل میخوانیم و دسته بعدی سنگ های متحوله یا سنگ های میتامورفیکی است که انشالله در فصل آینده ای را با هم دیگه خواد خواندیم خب سنگ های رسوبی در کتاب ما و شما هم به این ترتیب آمدن و بعضی تصاویر را اینجا بر ما و شما نشان داده که یعنی در یک نشان میده که سنگ های رسوبی چگونه تشکیل میشه و بعضی موضوعاتی را در اینجا بر ما و شما گفتن بعد بالاخره در مورد فرسایش فیزیکی و کیمیایی که ما و شما همین مطالب را تا همین موضوعی را قسمت را ما گفتیم با هم دیگه میاییم یک جای میخوانیم و برای شما ایره رو بگم که به صورت کل ما و شما خب اول ما و موضوعات کلش جنبندی کردیم در اینجا داریم تصویر رو بینیم این تصویر نشاندهنده سنگه های رسوبی است لایه های مختلف میبینی سعی کو یک لایه بعد در اینجا لایه های کوچک کوچک رو میبینین این لایه هایی که تقریبا متفاوت است و طبقات مختلف از در حقیقت یک طبقه ای دیگه طبقه دیگه طبقه ای طبقات متفاوت است این طبقه با این طبقه پایینی فرق داره از لحاظ مو رنگ خود از لحاظ ترکیب خود و به می ترتیب ما که پایین تر میاییم طبقات مختلف را میبینیم این در حقیقت سنگ رسوبی است از هم باید شما بشناسین که رسوبی رسوب کرده تهنشین شده و به این ترتیب به طبقه به طبقه وجود یک چیزی را از میال بگم هر قدر که در طبقه پایین تر باشه این طبقه باید عمرش بیشتر باشه چون اول این به وجود آمده بعد یک مدت زمان سپری شده این طبقه بالایی با... بعد بعدا با از به وجود آمده بعد به می ترتیب طبقه بعدی به وجود آمده طبقه بعدی به وجود آمده یعنی یک مفکوره شما شاید گرفته باشین که سنگ رسوبی چه قسم به وجود آمده و اما ای این سنگ ها در کجا به وجود آمدن چگونه کدام شرایط باعث با وجود آمدن این طبقات شده ما و شما در پایان از این فصل کلی مطالب را خاطر به خیر فهمیدیم و ما احتمالا میگم که در درس شما را میفهمید تعریف سنگ رسوبی عبارت از سنگ اند که در نتیجه تخریب و فرسایش سنگ های از قبل وجود داشته مثل سنگ ناریه، رسوبی و یا متحولی که قبلا بوده با وجود آمده باشند. ببین دوستای عزیز سنگ هایی که قبلا به وجود آمدن قبلا وجود داشتن این سنگ ها بر اساس عوامل مختلف تخریب شدن بر اساس عوامل مختلف عوامل متعدد وجود داره عوامل زیادی است میتونه باد باشه میتونه باران باشه میتونه سردی و گرمی باشه عوامل مختلف دیگه میتون عوامل بیولوژیکی باشه میتون عوامل فیزیکی یا کیمیابی باشه و در نهایت باعث تخریب شده باشه سنگ ناریه رو تخریب کرده باشه سنگ رسوبی که قبلا وجود داشته تخریب شده باشه و یا سنگ متحول تخریب شده باشه پس یک سنگ جدید به وجود آمده باشه این سنگ سنگ رسوبی میشه ببین اگه من به صورت تمثیل برای شما یک چیز رو بگم به این ترتیب است یک کوه هست فرض کنین تصور کنین یک کوه هست خب سالهای سال ای این جه هست از طرف روز گرم میشه از طرف شب سرد میشه زمستان به سرش باران میباره تر میشه خشک میشه پس دوباره در تابستان در وقتی که آفتاب میباشه به مرور زمان همی سرما و همی گرما باعث ترک خوردن از سنگ میشه ترک خوردن یعنی میده میده میشه بعضی توته هایش ای که میده شد ای توتهای های میده از بالای کو به سمت های دامنه کو سرازیر میشه باران اگه شد ای از طریق باران میتونه که منتقل شوه مثل سیل میبریشه یک جایی که آب باشه و یا ای که باد باد میتونه ای به هوا بلند کنه ببره البته بستگی به شدت باد که کدام توت سنگ های چقدری را گرد و خاک را بالا میکنه یا که میتونه سنگ هایی که به اندازه جغل سنگ هم باشه میتونن بلند شون اینا میرن یک جای دیگه دوباره رسوب میکنن ترسوب میکنن یک جای دیگه میشینن رفته رفته سال بعد باز هم حالت رخ میده یک قسمت های از توت های سنگ از کو کنده میشه میای یا باران فرس کو آورد بالای لایه که سال گذشته ایجاد شده بود دوباره یک لایه دیگه ایجاد میشه به می اساس یک طبقه جدا شد طبقه دیگه جدا میشه چون از این طبقه تا این طبقه بعدی یک تابستانی که گذشته یک مقدار گرد و خاک در لایه آمده گرفته این می باعث میشه که این لایه با... از این لایه جدا معلوم شود و ما میتونیم تشخیص بدیم که ولی لایه بالا در یک سال در یک دوره ای دیگه در دیگه دوره با وجود آمده بناهن سنگ رسوبی در اثر تخریب سنگ هایی که قبلا وجود داشتن به وجود آمده و او تخریب شده به یک جای دیگه شاید منتقل شده پس دوباره به وجود آمده عوامل تخریب و انتقال سنگ ها چی میتانه باشه دوستا؟ عوامل زیادی میگه رول داره عوامل متعدد رول داره چندین عامل میتانه باشه مانند یخچال ها یخچال ها در حقیقت همون برف که از یک سال تا دیگه سال میمانه یک جایی که دایم یخ است دائم برف است اونا یخچال ها مثلا در قله های کوه بابا در مناطق سایه باشه افت نباشه میتونه که از یک سال تا سال دیگه در دره های برفگیر میتونه که برف نگهداری شوه بادها میتونه یکی از عوامل تخریب باشه باد میتونه که زمین را آیست آیسته صاف کنه لایه ها را از بین ببره میتونی راحت تجربه کنی پیش خودت یک یعنی مقدار خاک را بگی در روی یک سمت پاش بته پفش کو خاک میره ببین مثل اون از اون مو است بادا مثل پف خودت میتونه که لایه هایی از از خاک را از یک جای جدا کنه ببره به یک جای دیگه و اونجا که برد باعث تشکیل سنگ ها شوه میتونه باعث تخریب و انتقال شود حرارت آفتاب با مرور زمان باعث ترک خوردن سنگ ها میشه البته یک روند بسیار طولانی را در بر میگیره شاید هزار و یا میلیون سال را یعنی این مدت نیست که ما یک سنگ بگیریم یک سال دو سال زیر افتا و بانیم باز بگیم این چرا ترک ترک نشد این رقمی نمیشه یک میلیون سال کار داره که او بتانه که توته توته شو و بالاخره به خاک تبدیل شود بندان ها بندان ها میتونه که باعث تخریب و باعث انتقال شود ریشه های نباتات یک جایی که نبات می روید ریشه از قدرت خداوند در این ای ریشه قدرت برش خداوند داده که میتونه در زمین سخت و مو زمین سختی که بعضی وقتا شما به کلنگ با سختی میکنین یک ریشه بسیار ضعیف با قدرت خدا در اونجا فرو میره و این میتونه باعث تخریب لایه ها شود آبها بسیار میتونه تخریب کنه این دیگه ما و شما خیلی خوب میفهمیم شنیدین بارها در یک جای سیل آمده و یک کتله بسیار بزرگ و عظیمی از گل و سنگ از کوه آورده به می ترتیب به سرک و پیاده کرده داخل زمین های مردم برده تخریب کرده بسیار جایی و به مرور زمان باعث میشه که از یک منطقه به یک منطقه دیگه لایه ها به وجود بیاد پس عوامل تخریب و انتقال دیگه ساده است کس از پرسان کرد نمیخواید زیاد فکر کنین که چی گفته بود استاد بگو آفتاب است باد است آب است نباتات است تمام عواملی که در محیط میتونه باشه اینا باعث تخریب میتونن شود باعث انتقال هم میتونن شود خب دوستان عزیز ما و شما در داخل سنگ های رسوبی که به نام سنگ های راسه به هم یاد میشه منابع معدنی سرشار داریم در داخل سنگ های رسوبی در حقیقت در بین طبقاتش معادن نفت چاهای نفت زخایر نفت زخایر گاز طبیعی زغال سنگ معادن آهن المونیم و مواد ساختمانی میتونه که وجود داشته باشه بخاطر خاطر داشته باشین که این موادنی که ما نامش فعلا در اینجا گرفتیم اینا موادنی هستن که در حقیقت بسیار زیاد باعث پیشرفت و ترقی و ثروت یک مملکت میتونه که شود این کلتانی را میفهمین تمام این موادن. موادن نفت است معادن گاز است از آهن است و یا المونیم از زغال سنگ است تمام اینا در داخل اینمی خود طبقات رسوبی وجود داره فرسایش فیزیکی و کیمیاوی فرسایش تحت عوامل جوی صورت میگیرد دوستان فرسایش تحت عوامل جوی صورت میگیرد عوامل جوی چی است تعریف می‌کنیم. میکنیم عبارت از مجموعه پروسه های فیزیکی مثل یخبندان ها پروسه های کیمیاوی و حتی پروسه های بیولوژیکی مثل ریشه نباتات و حیوانات بوده که منجر به پارچه و میده شدن و تخریب سنگ ها میگردد فرسایش فرسوده شدن توته شدن میتونه عوامل فیزیکی کیمیایی یا بیولوژیکی داشته باشه و تمام اینا به نام عوامل فیزیکی پروسه های فیزیکی پروسه های بیولوژیکی پروسه های کیمیایی به نام عوامل جبی یاد میشن ما اینجا مثال هایی از فرسایش فیزیکی رو گفتیم یخبندان ها تغییر درجه حرارت و تابش آفتاب اینا پروسه های فیزیکی عوامل فیزیکی است که در فرسایش سنگ ها رول داره و اینا عوامل کیمیاوی هستند تحمض یعنی با اکسیژن تعامل کردن انحلالیت یعنی حل شدن در داخل آب هایدرولیز یعنی پارچه پارچه شدن توت توته شدن تجزیه شدن تجزیه شدن توسط آب اینا میشن عوامل کیمیابی. خب دوستای عزیز ما و شما به پایان درس امروزی خود رسیدیم امیدوار هستم شما درس امروزتان را خوب فهمیده باشین و در حقیقت در مورد سنگ های رسوبی ما و شما خواندیم تعریفشان کردیم و گفتیم که در این سنگ ها چی چیز باعث فرسایش میشه و کدام منابع در این سنگ ها وجود داره شما میتونید درس های ما را از طریق چینل تلگرام و یوتیوب ما هم بیننده باشین و پیش خودتان داشته باشین در هر جای هر مکان هر وقت میتونین ببینین چه فقط بنویسین مکتب تمدن میایه از اونجا میتونین که بگیرین درسای ما را خب تا دیدار بعد همگی تانا به الله یکتا میسپارم